حجت الاسلام یونس استاد سرایی معروف به میرزا کوچک خان جنگلی در 21 مهر 1259 در محله استاد سرای رشت متولد شد. جنبش جنگل در جریان جنگ جهانی اول در شمال ایران ایجاد شده بود، همزمان با اشغال بخش‌های شمالی ایران توسط نیروهای روس و در عرض مدت کوتاهی از یک سو تا آستارا و خلخال و از سوی دیگر تا دشت ترکمن گسترش یافت. حکومت شوروی در سال 1918 شروع به خارج کردن نیروهای روسیه از شمال ایران کرد، اما بخش قابل توجهی از سلاح‌های خود را در اختیار جنبش جنگلی‌ها در گیلان قرار داد. رهبری جنگلی‌ها را فردی به نام میرزا کوچک خان بر عهده داشت. او زاده رشت و نام اصلیش یونس بود. کوچک خان فرزند مالکی خرده پا بود که در حوزه علمی تهران تحصیل کرد و می‌خواست آخوند شود، اما با گرایش پان اسلامی به جنبش مشروطه پیوست و در اوایل جنگ جهانی اول در رشت سازمانی به نام اتحاد اسلام تأسیس کرد که هدف اصلی آن بیرون راندن نیروهای روسیه و بریتانیا از ایران بود. در سال 1297 جنبش جنگل حدود 3000 پارتیزان مسلح در اختیار داشت و تقریباً تمام گیلان را زیر نفوذ خود گرفته بود، از آنجا که میرزا کوچک خان اموال ثروتمندان را غارت می کرد و در اختیار فقرا می گذاشت. برخی ناظران خارجی به او لقب رابین هود سواحل کاسپیان داده بودند. علی شریعتی معروف به دکتر، متولد 1312 در سبزوار، تحصیل کرده در مشهد و پاریس، بنیانگذار حسینیه ارشاد در تهران، مبارز با حکومت پهلوی در اروپا، متوفی در ساوثهمپتون انگلیس و دفن شده در زینبیه سوریه. وی 44 سال زندگی کرد و به اندازه 440 سال جامعه ایران را به عقب ماندگی دچار کرد. وی موفق شد دین را به یک اسلحه تبدیل کند تا با آن یک حکومتی که آزادی اجتماعی و سیاسی داشت را از میان ببرد و حکومتی ایجاد کند که نه آزادی سیاسی داشت و نه آزادی اجتماعی. شریعتی با هوش و فراست بالایی که داشت توانست دو ایدئولوژی متضاد یعنی اسلام و سوسیالیسم را ترکیب کرده و معجونی سمی به نام مارکسیسم اسلامی را بسازد و با صدای گیرا و گفتار سحرآمیزش آن را به جان و اندیشه جوانان آرمانگرا و خامخیال دهه 40 و 50 ایران بریزد. نواندیشان آرمانگرای آن زمان به باور خود برای متجدد بودن خیش خود را پیرو این مکتب شریعتی نشان می دادند، هرچند اغلبشان کوچکترین درکی از حقایق پشت پرده افکار شریعتی نداشتند. ایده های بظاهر انقلابی او در بین جوانان دهه 40 و 50 آرمانی شد تا در نهایت شور انقلابی را بر شعور اجتماعی برتری داده و فضایی را رقم بزند که در بستر آن جامعه ایران دست به یک خودکشی سیاسی بزند. امروزه در کشور ما یک تاریخ دروغین را به عنوان حقیقت محض به خورد کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی داده و از مزدوران و شخصیت‌های وطن فروش و تجزیه طلبی همچون میرزا کوچک خان جنگلی و یا شیخ فضل الله نوری قهرمانان میهن پرستی ساخته و در وصف رشادت‌ها و دلاوری‌های آنها مطالب دروغین بسیاری را منتشر می کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید.
منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک و شعرای بهار. کتاب دوم، کتاب تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. کتاب سوم، غرب و شوروی در ایران، نوشته جورج لنچافسکی. و کتاب چهارم، سردار جنگل، نوشته ابراهیم فخرایی. میرزا کوچک خان قصد الحاق گیلان به شوروی را داشت، اما در نهایت توسط مردم گیلان و ارتش رضا شاه بزرگ به سزای اعمالش رسید. در واقع هر روز که می‌گذرد بیشتر متوجه می‌شویم شخصیت‌هایی که در کتاب‌های درسی پس از انقلاب 57 به عنوان قهرمان معرفی می‌شوند، در واقع دشمن میهن و استقلال و یک پارچگی ایران بودند. همزمان با شروع جنگ جهانی اول، ایران صحنه تاخت و تاز روسیه در شمال و انگلیس در جنوب شد. تقریبا تمام شمال ایران از آذربایجان تا گیلان و مازندران و گرگان و خراسان شمالی تحت نفوذ روسیه بود. ایرانی ها اجازه نداشتند بدون مشورت با روسیه و انگلیس آب بخورند. دوران جوانی میرزا همزمان با دوران شکلگیری نهضت مشروطیت در ایران بود. وی در واقعه مشروطیت به انقلابیون جبهه شمال پیوست و در فتح قزوین شرکت داشت. مدتی به دست روس‌ها به تبعید فرستاده شد و در سال 1293 به رشت بازگشت. میرزای جنگلی بعد از تجمیع قوا به لوشان رفت و مبارزات خود را همزمان با جنگ جهانی اول از آنجا شروع کرد. در سال 1297 واحدهای نظامی بریتانیا در همراهی با نیروهای قزاق ایران با جنگلی‌ها به جنگ پرداختند و به دلیل برخورداری از تسلیحات بهتر ضربات سنگینی بر آنان وارد کردند و کوچک خان ناچار شد به جنگل‌های فومن عقب نشینی کند. او برای ترمیم قوای خود تصمیم گرفت از ارتش سرخ روسیه کمک بگیرد. در اوایل سال 1299 حدود 2000 تن از نیروهای ارتش سرخ تحت فرماندهی راسکالینکوف وارد شهر انزلی شدند و به کشتار مردم پرداختند. در پی این حادثه بریتانیا ناچار شد شتاب زده همه نیروهای خود را از گیلان خارج کند. در پی آن دیداری میان نماینده شوروی با میرزا کوچک خان و احسان الله خان در انزلی صورت گرفت و بلشویک ها به جنگلی ها قول پشتیبانی دادند. با حضور نیروهای ارتش سرخ و با تکیه بر همین پشتیبانی، میرزا کوچک خان در 13 خرداد 1299 برابر با 1920 میلادی با نیروهای خود از جنگل‌های گیلان خارج و وارد رشت شد و با اعلام جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان یک دولت موقت انقلابی تشکیل داد. کوچک خان در تلگرافی در تاریخ 15 ژوئن 1920 برای ولادیمیر لنین رهبر بلشویک ها فرستاد. از جمله نوشت: ما از همه سوسیالیست های اینترناسیونال سوم درخواست کمک می کنیم تا از یوغ بریتانیا و دولت ایران رها شویم. ما از خلق آزاد روسیه انتظار کمک هایی را داریم که برای تثبیت جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران ضروری هستند. ما اعتقاد راسخ داریم که همه جهان به زودی تحت رهبری اینترناسیونال سوم از یک نظام ایدئال برخوردار خواهند شد. این اوج جنبش جنگلی ها بود و در نتیجه عقب نشینی نیروهای بریتانیا و دولت مرکزی، نیروهای مسلح جنگلی توانستند در عرض مدت کوتاهی از یک سو تا منجیل و قزوین و از دیگر سو تا بابل و نوشهر پیشروی کنند. پس از اعلام جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان، خود میرزا هم
به عنوان رئیس جمهور گیلان انتخاب می شود. کمی بعد میرزا به دنبال بلند پروازی های خودش تصمیم می گیرد با فتح تهران جمهوری سوسیالیستی گیلان را به جمهوری سوسیالیستی ایران تبدیل کند. طبیعتاً شوروی هم تمام قد از او حمایت می کرد. در 16 خرداد 1299 جنگلی ها بیانیه ای منتشر می کنند و رسماً اعلام وفاداری به شوروی و آرمان های براندازی قاجارها و تأسیس جمهوری سوسیالیستی ایران زیر نظر شوروی به ریاست میرزا کوچک خان را اعلام می کنند. ولی اتفاقی که افتاد این بود که در مسلک بلشویک ها مالکیت خصوصی معنایی نداشت و همه چیز تحت کنترل دولت بود و این باعث شد بسیاری از زمینداران گیلانی علیه سوسیالیسم اعلام انزجار کنند. میرزا هم متوجه شد که این ایدئولوژی در ایران جواب نمی دهد. با نفوذ روزافزون کمونیست ها در جنبش جنگل، میرزا کوچک خان متوجه شد که موقعیتش به خطر افتاده و به زودی مقامی تشریفاتی بیش نخواهد بود. بنابراین به تلاش افتاد از نفوذ کمونیست ها در میان جنگلی ها بکاهد. این مسئله اختلاف میان انقلابیون را دامن زد و به همین دلیل کوچک خان روابط خود را با کمونیست ها قطع و از کار کنارگیری کرد و با نیروهای وفادار به خود به جنگل بازگشت. او در بیانیه ای اعلام کرد که مادامی که کمونیست ها بساط حزبی و تبلیغاتی خود را از گیلان برنچینند و تبلیغات مسلکی خود را پایان ندهند، به رشت باز نخواهد گشت. از 3 اسفند 1299 که با کودتای رضاخان در تهران قدرت به سید ضیاءالدین طباطبایی صدر اعظم جدید و رضاخان سردار سپه و فرمانده کل قوا منتقل شده بود، رضاخان در مسیر حذف تجزیه طلبها در گوشه و کنار ایران به گیلان هم می رود و نهضت جنگل را سرکوب می کند. احسان الله خان به شوروی فرار می کند و میرزا کوچک خان هم با تنها یارش که یک اتریشی به نام گاوک بود متواری می شود و در جریان یک برف و بوران شدید در کوههای تالش یخ می زند و می میرد. نهضت جنگل با مرگ میرزا به پایان رسید و ایده تجزیه شمال ایران خوشبختانه بی نتیجه ماند. احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران می نویسد جنگلی ها مردان کوتاه بین و ساده ای بیش نبودند و راه و روش روشن برای خود نمی دانستند و کارشان نابسامان در آمده است. چطور می شود یک فرد هم مسلمان باشد هم کمونیست، هم مخالف حضور بیگانه باشد و هم دولت و کشور تشکیل بدهد و هم نامه‌ای بنویسد به رهبر کمونیست ها؟ برای من تحلیل این شخص با این توضیحات میتواند یک آدم نان به نرخ روزخور باشد. جنگلی ها به اسم نبرد با بیگانگان ابزار دست گروهی بیگانه شدند، زیرا برای دشمنی با انگلستان با دولت آلمان و قوای عثمانی اتحاد پیدا کردند و در میان خود سرکرده اتریشی داشتند و دولت‌های مذکور از خصومت اینان با روس و انگلیس سود می‌بردند و این موضوع را می‌رساند که مردانی کوتاه بین و ساده‌ای هستند و از دوراندیشی و شناخت سود و زیان کشور بی‌بهره‌اند. استاد ملک الشعرای بهار، شاعر و تاریخ نگار ایرانی، در کتاب تاریخ احزاب سیاسی خود میرزا کوچک خان و کلونل محمد تقی خان پسیان را متهم می کند به اینکه قصدشان تصرف ایران و ایجاد یک حکومت مرکزی صالح نبوده و صرفاً افرادی قدرت طلب و به دنبال منافع شخصی خود بودند. امروزه سیستم آموزشی کشور با تخریب چهره‌های میهن‌دوست و خدمتگزار ایرانی همچون رضا شاه بزرگ و همچنین انکار شکوه و درخشندگی فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام و حذف نام کوروش و داریوش از کتاب‌های درسی
یک تاریخ کاملا دروغین و جعلی را به فرزندان ایران زمین آموزش می دهد. شوربختانه از آنجایی که مطالعه آزاد در فرهنگ امروز ایران جایگاهی ندارد و خرید و فروش کتاب‌هایی که در بردارنده حقایق می باشد ممنوع است، نسل‌های امروز ایران آنچه که در مدرسه آموزش دیده را حقیقت محض تلقی کرده و به خود اجازه شک کردن به آموزه‌های ایران ستیز را نمی دهند و در برابر هر پژوهش روشنگرانه ای جبهه گرفته و پرخاشگری می نمایند. اگر رضا شاه زاده نشده بود یا بر علیه هرج و مرج و نجات ایران برنخواسته بود، ایران به شکل فعلی وجود نداشت و اگر ایرانی وجود داشت اسمش پرشیا بود که به چند شهر اصفهان و کرمان و یزد و تهران خلاصه می شد. حتی همدان و کرمانشاه و زنجان هم توسط سیمیتقو و شیخ محمد خیابانی بلعیده می شد. هر جا که اثری از او در ایران می بینید و هرگاه نام خرمشهر و آبادان را می شنوید و یا هرگاه مهاباد را و تبریز را و خراسان و بوشهر و بندرعباس را و چابهار و سرخس را می بینید، مردی را به یاد آورید که از صفر شروع کرد و کشوری را از نابودی 100% نجات داد. مدت هاست که افراطی ها با ظاهر اسلامگرا در ایران ادعا می کنند که تحولات پس از اسلام در ایران باعث پیشرفت علمی و تمدنی شد. آنها ادعا می کنند ایران پیش از اسلام از نظر علمی و تمدنی سطح پایینی داشته است. البته تمدن ایران چه در دوران باستان و چه در دوران پس از اسلام قابل احترام است و تحولات فرهنگی را در تاریخ همه ملل می‌بینیم. مقایسه تمدن ملل با یکدیگر بدون در نظر داشتن تفاوت‌های فرهنگی جغرافیایی کار درستی نیست. علی شریعتی نقش پررنگی در بست و گسترش چنین دیدگاه‌هایی داشته است. او در نوشته‌هایش به نقد تمدن ایران باستان پرداخته و آن را با صدر اسلام مقایسه کرده است که البته این دیدگاه با ادعاهای تحریفی و نادرست همراه بوده است. سپس بر اساس همان ادعاهای تحریفی برداشت‌های ایدئولوژیکی و سیاسی دلخواه کرده است. تحصیلات شریعتی یکی از جنبه‌های اسرارآمیز زندگی اوست. بسیاری از هواداران شریعتی او را جامعه شناس می‌دانند. بسیاری هم او را با مدرک دکترای تاریخ می‌شناسند. وی در کتاب گفتگوهای تنهایی خود را اینگونه معرفی می‌کند: در خرداد 1338 از طریق اعزام فارغ التحصیلان رتبه اول دانشگاه‌ها به پاریس رفت و در آنجا تا سال 1343 به اخذ درجه دکترا در تاریخ تمدن و دکترا در جامعه شناسی نائل آمد و مدتی در مرکز ملی اسناد و اطلاعات فرانسه به عنوان محقق کار می کرد. اما امروزه این را می دانیم که وی کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد داشت و پیش از اعزام به فرانسه معلم دیکته و انشای مدارس خراسان بود. همچنین اسناد وزارت علوم نشان می‌دهد که مدرک دکترای وی از پاریس نه جامعه شناسی بوده است و نه تاریخ. او با مدرک هاجیولوژی به ایران بازگشت که معادل قدیس شناسی یا شرح حال زندگی بزرگان دین بوده است. وزارت علوم ایران چون چنین رشته‌ای در فهرست خود نداشت، به علی شریعتی دکترای معادل تاریخ داد و او در وزارت آموزش و پرورش با همین مدرک مشغول به کار شد. شریعتی در کتاب بازگشت به خیشتن صفحه 214 می نویسد: اسلام را نگاه کنید، در همان 20 سال اول به اندازه ای چهره های درخشان طلوع می کند که در 1000 سال ایران باستانی هرچه می گردی یکی اش را نمی یابی. این اواخر در زمان انوشیروان و بعد از او به اسم چند طبیب و حکیم برمی خوریم.
اما چه زود دماغ سوخته میخرند. اسم همه خارجی است. اینها دانشمندان روم شرقی اند که از ترس مسیحی شدن جستنیان در رفتند و به اینجا آمدند و دانشگاه جندی شاپور را ساختند. پناهندگان سیاسی اند. پس اولین دانشگاه ما را هم در عصر طلایی باستان یونانی ها ساختند. متاسفانه آن زمان اشخاص زیادی به خود اجازه می دادند درباره گذشته دلخواه اغراق کنند و ادعاهای گزاف مطرح کنند. این موضوع در میان کمونیست ها و مارکسیست ها هم وجود داشت. این ادعاهای شریعتی درباره دانشمندان ایرانی نه تنها توهین‌آمیز است، بلکه نشان دهنده سطح پایین اطلاعات و بی‌سوادی نویسنده است. در پاسخ باید گفت در ایران باستان دانشمند وجود داشته است و علم و دانش بسیار رواج داشته است و برعکس ادعای شریعتی تعداد آنها اندک نیست و نام‌ها هم کاملاً ایرانی بوده است. از جمله می توان به دانشمندانی مانند آرتاخه، بوبراندا، مهرنرسی، جهنبرزین، آذرباد مهر اسپندان، برزویه پزشک، بزرگ مهر بختگان و غیره اشاره کرد. این در حالی است که کشور ایران تهاجم‌های بزرگی را به خود دیده است. از جمله آنها می توان به تهاجم بزرگ اسکندر مقدونی و تهاجم تازیان اشاره کرد. در هنگام سلطه خلفا بر ایران تردیدی نداریم که نابودی‌های فراوانی رخ داده است. درباره نابودی علم و دانش در این دوره روایات معتبر داریم و همچنین شواهد نشان می‌دهد که دانشمندان به قتل رسیدند. برای مثال در دوران امویان و پس از آنکه خوارزم برای بار دوم فتح شد، نابودی بزرگی رخ داد، به طوری که دانستن از گذشته خوارزم دشوار شد. ابوریحان بیرونی در این باره نوشته است: قتبه بن مسلم سردار سپاه خلیفه هر کس را که خط پارسی می دانست از دم شمشیر گذرانید و آنان که از اخبار پارسیان آگاه بودند و این اخبار و اطلاعات را میان خود تدریس می کردند را نیز به دسته پیشین ملحق ساخت. بدین سبب اخبار خوارزم و پارسیان طوری پوشیده ماند که پس از اسلام نمی شود آنها را دانست. نمی شود اول بیاییم دانشمندان را به قتل برسانیم و سپس بگوییم نگاه کنید که در ایران باستان اصلا دانشمند نبوده است. قطعا گذشته خوارزم می توانسته اطلاعات مفیدی درباره شاهنشاهی های بزرگ ایرانی مانند هخامنشیان داشته باشد که با این روایات باید گفت بسیاری از آن اطلاعات نابود شدند. شریعتی از چهره‌های 20 سال اول اسلام می‌گوید و گویا آنها را با دانشمندان ایرانی و رومی مقایسه می‌کند. در واقع این 20 سال اول می‌شود دوران صدر اسلام، یعنی زمانی که اسلام تازه در شبه جزیره عربستان گسترش یافته بود و از آن دوران یا هیچ بنایی، هیچ نوشته‌ای، هیچ سکه‌ای وجود ندارد یا آثار بسیار بسیار اندک است. با این حال خروارها حدیث و روایات که همه قرنها بعد نوشته شده اند وجود دارند. شریعتی چون این دوران فقیر به لحاظ تمدنی را با هزار سال ایران باستان مقایسه می کند که از آن دوران کتیبه ها، اسناد، سکه ها و بناهای فراوان باقی مانده است و آثار تمدن دیده می شود. می بینید که این مقایسه از ریشه اشتباه است. اما سؤال اینجاست که بر اساس همین روایات آیا در دوران صدر اسلام دانشمند بوده است؟ ما در دوران صدر اسلام فقط یک سلمان فارسی را می شناسیم که ادعا می کنند با علوم مختلف و همچنین فنون نظامی آشنایی داشته است، که البته این شخص هم عرب نبوده و ربطی به اعراب نداشته، هرچند با خیانتهایی که همین سلمان فارسی انجام داده کمتر ایرانی هست که او را هموطن خود بداند. به جز سلمان فارسی که ایرانی بوده است، صدر اسلام حتی از فقر کسانی که خواندن و نوشتن ساده را هم بلد باشند شدیداً رنج می برد. برخی می گویند پیامبر اسلام شرط آزادی هر اسیر جنگ بدر را
با سواد کردن 10 مسلمان گذاشت و از این طریق تلاش می کرد سواد را ترویج دهد. البته باید اسناد و منابع این ادعا هم بررسی شود. شریعتی درباره ساخت دانشگاه جندی شاپور فرضیه ای را بیان کرده است و هیچ منبعی برای آن ذکر نکرده است، ولی اینکه دانشمندان رومی به ایران پناه آوردند و علم را در جندی شاپور گسترش دادند نه تنها ننگی نیست، بلکه نشان می‌دهد که شاهنشاهی ساسانی و جامعه ایران در مقایسه با روم و امپراتوری روم یک جامعه آزاد بوده است که نخبگانی که در وطن خیش آزادی ندارند به ایران می‌آیند تا آزادانه عقاید خود را ابراز کنند و این مایه افتخار هم هست. مانند امروزه که نخبگانی که در کشورهای با فضای خفقان به دنیا می آیند برای ابراز عقاید خیش به کشورهایی با فضای آزاد می روند و این موجب افتخار آن کشورهای آزاد است. در واقع ایران آن روزگار پناهگاه دانشمندان و خردمندان سراسر جهان بوده است و در نهایت در یک اقدام کاملا متمدنانه دانشگاهی در یکی از شهرهای مهم ایران ساخته شد. علی شریعتی در کتاب بازگشت به خیشتن و رنسانس اسلامی صفحه 394 می نویسد: من در کنفرانس های ارشاد نشان داده ام که اصولا ملیت ایرانی پس از حمله اعراب به وجود آمده و قبل از حمله اعراب چیزی به نام ایران وجود خارجی نداشت. علمای ملی شده هم هرچه زور زدند، حتی یک چهره با ارزش علمی و ادبی در ایران باستان بیابند، نیافتند. از دیدگاه شریعتی، دست یافتن به هدف بیداری و بازگشت به خیشتن نه از مسیر ملیت ایرانی، بلکه از مسیر امت اسلامی می گذرد. شریعتی معتقد بود ما خیشتن قابل اعتمادی در ایران باستان نداریم که بخواهیم بدان تکیه کنیم. او در صفحه 316 از کتاب بازگشت به خیشتن درباره ایران باستان می نویسد: خیشتنی که در شوش مدفون است، در تخت جمشید و پاسارگاد و ستونهای شکستش باقی مانده و بالاخره خیشتنی که در شاهنامه به یاری طبع و تعصب باقی مانده است، سودی برای ما ندارد. حیرت انگیز است کسی که خود را دکترای تاریخ و جامعه شناسی معرفی می کند، با بیشرمی تمام به فردوسی می تازد و شاهنامه را کتابی قومی می داند. او می گوید از فردوسی قومی تر اشعار محلی اوست که روی سنت‌های آنجا ساخته شده اند. او در راستای معرفی خیشتن اسلامی جدید چشمان خود را بر روی این حقیقت آشکار می بندد که شاهنامه فردوسی جزو میراث جهانی بشر است و هر کتاب ادبیاتی در هر جای جهان را باز کنید، در بخش ادبیات حماسی از شاهنامه فردوسی در کنار ایلیاد و مهابهاراتا به عنوان سگانه برتر تاریخ ادبیات حماسی جهان یاد شده است. شریعتی در کتاب اسلام شناسی خود ادعا می کند که ایرانی اسلام را با آغوش باز پذیرفت و هیچ کس نمی تواند بگوید که ایرانی از همان اول در برابر اسلام قرار گرفت و نخواست آن را بپذیرد. اما وقتی معتبرترین مورخان خود جهان اسلام مانند طبری، ابن اسیر، دینوری، یعقوبی، بلازری، ابن فقیه، راوندی و مسعودی از 100,000 کشته ایرانی در نبرد جلولان نام میبرند و متذکر میشوند که این دشت به همین دلیل از جانب اعراب جلولا به معنی پوشیده نامیده شد، چرا که اجساد کشته شدگان سراسر دشت را پوشانده بود. پس از جنگ جلولا تعداد زنان اسیر بسیار زیاد بودند، به طوری که عمر ابن خطاب درباره فرزندان حاصل از تجاوزات به فکر فرو رفت. شریعتی در بخش دیگر همین کتاب اسلام شناسی مدعی می شود که حمله اعراب به ایران با هیچ مقاومت درخشانی در جلولا و نهاوند روبرو نشد، در حالی که گزارشات همین تاریخ نگاران مسلمان از 130 شورش پیاپی
در استانها و شهرستانهای مختلف ایران، ری، همدان، اصفهان، کرمان، استخر، گرگان، گیلان، تبرستان، دیلم، سیستان، فارس، خراسان، آذربایجان، خوارزم، فاریاب، نیشابور، بخارا، دارابگرد و از سرکوب‌های خونین این شورش‌ها و تجدیدهای مکرر آنها خبر می‌دهند. کتاب‌های علی شریعتی در دوران پهلوی در ابتدا ممنوع بود، اما بعد از مدتی چاپ آنها آزاد شد، ولی طرفداران شریعتی نخواستند که آثار او آزادانه چاپ بشود و همانطور پشت پرده چاپ می کردند، زیرا جاذبه اش بیشتر بود. می گفتند کتابی که پنهانی چاپ شود مردم تحریک می شوند که آن را به عنوان کتاب ممنوع بخوانند. به دستور ساواک دو کتاب او را در روزنامه کیهان به صورت پاورقی چاپ کردند. شریعتی که در ایران بود دلخور شده بود. او می خواست کتابهایش چاپ شود، اما به صورت پنهان. احسان نراقی از معروفترین پژوهشگران ایرانی حوزه جامعه شناسی و فلسفه معتقد بود شریعتی یکی از بدترین و خطرناکترین سموم فکری فضای اندیشه معاصر بود. عباس میلانی معتقد است یکی از بزرگترین اشتباهات ساواک این بود که از علی شریعتی برای دور کردن جوانان از حزب توده و مجاهدین خلق استفاده می کرد و به او میدان می داد، اما سرانجام افکار او بلای جان شاه شد. علی شریعتی در 19 خرداد 1356 در لندن دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان ساوثهمپتون درگذشت. هواداران شریعتی معتقدند او توسط مأموران ساواک به شهادت رسیده است. هوشنگ شهابی هم می نویسد که او بر اثر سکته قلبی درگذشت، اما پیروانش تمایل داشتند درباره مرگش افسانه سازی کنند. عبدالکریم سروش در روایتی متذکر شده که جنازه شریعتی را یک بار پس از مرگ در سردخانه بیمارستان و دفعه بعد پس از کالبد شکافی توسط بیمارستان ساوثهمپتون به هنگام غسل دادن در مسجدی کوچک در لندن مشاهده کرده است. بنا به گفته وی جنازه شریعتی در دیدار اول کاملا سالم و در دفعه دوم دارای شکافتگی‌های متعدد ناشی از کالبد شکافی بوده است و بیمارستان علت مرگ وی را طبیعی اعلام کرده است.